بعضی ها رو دیدی؟ مثلا باور کن با یه ماشین جون میدن. من دیدم جوان بوده کنارم، ماشین رد شد، من نمیدونم اسمش چی بود، صدا اگزوزش رو که شنید میخواست جون بده، گفت جون، با اگزوزه گفت من گفتم این الان قالب نمیره، نمیره اینجی، یه جانی گفت من حاضرم شد به زنش نگفته بود. خب یه تایی ماشینا مازراتیه تو ایران دیگه، میخوام مثال بزنم، میگن یارو مازراتی داره. آقا مازراتی یه دونه بهت بدن طرف ساکت بشه، دو تا بهت بدن، 10 تا بهت بدن، تهش اینه که تولیدات یک سالشو بدن به تو. آقا ولش کن، کارخونش مال تو. گل پسر صاحبش اینو داشت، ادوارد آنیلی صاحب کارخونه مازراتی، فراری، لامبورگینی، صاحب باشگاه یوونتوس. یه خیلی بکشنه، مثلا یه بار یه بلیت یوونتوس ردیف کنم رفت و برگشت بلنشی بری اونجا بشینی بازی رو نگاه کنی، نه تو جایگاه ویژه‌اش تهش اینه دیگه، صاحب باشگاه بود. درآمد خانواده‌شون زمانی که 60 میلیارد دلار بوده، اشتباه نکنم، درآمد جمهوری اسلامی ایران از نفت 15 میلیارد دلار بوده. اومد شیعه شد، بهش گفتن آقا شیعه شدی بمون، فقط اعلام نکن. اسمش گذاشت مهدی، مهدی آنیلی. ایران هم اومده فیلمش هم هست، اومده تو نماز جماعت ردیف اول وایساده نماز میخونه. آخرم این صهیونیستا و یهودیای ایتالیا بردن بالا پل انداختنش پایین کشتنش، گفت ثروتمندترین شیعه تاریخ دیگه. این به کجا رسید؟ بهش گفتن اعلام نکن. گفت خدای من بزرگتر از صدا اگزوز مازراتیه، نه از کارخونشه. بابا خودم صاحب کارخونشم، خدامون چقدیه.